مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. این سخنان مانع از اقدام نمایندگانی شد که برای کاهش دوباره قیمت بنزین تلاش می‌کردند. آیت الله خامنه ای از این طرح حمایت کرد، نمایندگان حرفشان را پس گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروزش گفت در قضیه بنزین سررشته ندارد، اما از تصمیم سران سه قوه حمایت می‌کند. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن. بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایه، گفتم من صاحب نظر نیستم، لیکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. آیت الله خامنه ای از اپوزیسیون حکومتش هم نام برد. همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیره. وزارت اطلاعات هم در بیانیه اعلام کرد عوامل اصلی به گفته این وزارتخانه اغتشاش های دو روز گذشته شناسایی شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم افرادی را که منافقین و ضد انقلاب مینامید مسئول اعتراض های اخیر خواند و گفت افراد حاضر در اعتراض ها بعضا سلاح گرم داشتند و به بانک ها و اموال مردم آسیب زدند. شیراز شلیک نیروی انتظامی. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته‌های شاهدان عینی، ماموران امنیتی در بسیاری از این موارد مستقیم به مردم شلیک کردند. مردم با تیر زدند. مردم با تیر زدند. در این میان شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی صوتی از معترضان حمایت کرده. آشکار است که درد شما بیش از آن که قیمت بنزین باشد، کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینید. شما به درستی دریافته اید که تا ایران در اشغال جمهوری اسلامی است، فقر، دروغ، تحریم، بیداد و تبعیض، فساد افسار گسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکم فرماست. فرین عاصمی، BBC. همونطور که می‌دونیم اینترنت در ایران قطع و خبر گرفتن مشکله، اما در شبکه‌های اجتماعی همچنان تصاویری منتشر میشه، از جمله تصویری که تازه منتشر شده از باغستان غربی کرج که در اون گفته میشه نیروهای امنیتی از معترضان فرار می‌کنند. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. باغستان غربی کرج. باید بگیری خانم، خوش میگیرم، بر نمیگردم که عزیز. مشابه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ماست و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ما. آقای واحدی، تا دیروز صحبت‌هایی می‌شد از طرف کارشناسان در ایران، تحلیلگران نزدیکان به آقای خامنه‌ای، کسانی که می‌گفتن که آقای خامنه‌ای اصلاً در جریان نبوده یا اینکه نقشی در این تصمیم نداشته. آیا شما انتظار چنین موضع‌گیری رو از طرف آقای خامنه‌ای امروز داشتی؟ ببین، من دیروز خودم یک ویدئویی پر کردم و گفتم که یک احتمال ضعیفی وجود داره که آقای خامنه‌ای برای قهرمان نمایی بیاد این دستور رو لغو کنه. البته همونجا گفتم احتمالش بسیار ضعیفه به دلیلی که خزانه خالیه، اما مطمئن بودم آقای خامنه‌ای یک نوع واکنشی که خودش دامن خودش رو مبرا کنه و خودش در پیش مردم قهرمان نشون بده انجام خواهد داد. این واکنش آقای خامنه‌ای در واقع با نقل قولی بوده که آقای احمد توکلی کرده، گفته آقای خامنه‌ای به آقای روحانی گفته بودن که همزمان با افزایش قیمت بنزین یارانه افزوده مردم رو هم به حساب بریزید که
مثلا آرامش روانی باشه. خب آقای خامنه‌ای وضعیت خزانه رو میدونه. آقای خامنه‌ای اگر واقعا می‌خواست کاری انجام بده، به جای شعارهای توخالی از منابع نامحدودی که بیش از 200 میلیارد دلار در اختیارش، در اختیار دولت می‌گذاشت که دولت این کار انجام بده. این در واقع فقط یک نوع قهرمان نماییه و نوع واکنش همینه که مثل همه واکنش‌هاش که بعداً بگی من مخالف بودم اما، مثل قضیه برجام، مثل سایر مسائل که یک امای بذاره. این نوع واکنش امروز هم که من تخصص ندارم، من سررشته ندارم، آقای خامنه‌ای در خیلی چیزا سررشته نداره و اظهار نظر می‌کنه. در تمام دنیا مجلس رو گذاشتن که مردم کارشناسان معتبر رو انتخاب کنن، برن بشن بحث کنن، بررسی کنن. آقای خامنه‌ای سررشته در هیچ نداره جز این که مجلس رو تحت فشار بذاره. همین مجلس نیمبندی که با انتخابات نیمبند جمهوری اسلامی درست شده نتونه اظهار نظر بکنه، تو دهنی بنمیزنه. آقای خامنه‌ای امروز هم سکوت میکرد. ایشون میدونست که مجلس یک طرحی داره برای بازگردوندن قیمت. اگر کافی بود امروز و فردا سکوت میکرد، مگه ایشون نمیگه من سررشته ندارم؟ خب اظهار نظر نمیکرد، میذاشت مجلس کارش انجام بده. پس اینو من سررشته ندارم عرض میکنم، ایشون در خیلی چیزا سررشته نداره و اظهار نظر میکنه. کسی که از آواز شجریان تا از نصب وزیر تا همه چی دخالت میکنه، نمیتونه اینجا از خودش سلب مسئولیت کنه. مسئله دوم این که کشداری که داره انجام میشه توسط نیروی انتظامی که مستقیم زیر نظر ایشون، ایشون نمیتونه به هیچ وجه، آقای خامنه‌ای نمیتونه از خودش سلب مسئولیت کنه. و مسئله سوم این که از بین سران سه قوه حداقل آقای رئیسی بدون اجازه شخص علی خامنه‌ای آب نمیخوره. این که بگیم رئیسی تصویب کرده بدون اینکه رهبر در جریان باشه، این در واقع فریب دادن خودمون و فریب دادن مردم. قطعا آقای خامنه‌ای در جریان بوده، ایشون وضعیت خزانه رو میدونه، حاضرم نیست از اموال کلانی که در اختیار خودشه در اختیار دولت بگذاره که دولت دستش باز شه، تصمیمی غیر از افزایش نرخ بنزین ظاهرا نمیتونستن بگیرن. آقای علیجانی شما چی فکر میکنید؟ آیا هدف آقای خامنه‌ای سلب مسئولیت بوده با این حرفا؟ این عجله‌ای که آقای خامنه‌ای داشت در روی صحنه آمدن، من رو یاد عجلش در انتخابات 88 که پیامدش جنبش سبز بود انداخت. برخلاف بیانیه فرصت طلبانه‌ای که آقای رئیسی داد، این تصمیم یه تصمیم بالاسری، حتی بالاتر از سران سه قوه بوده. این تصمیمی بوده که حالا به تعبیر برخی رسانه‌های داخلی دولت پنهان با رهبری خود آقای خامنه‌ای گرفتن. عجله‌ای که آقای خامنه‌ای داشت در واقع این رو لو داد. اصطلاحی که برخی اصلاح طلبان داخلی که بیانیه دادن و گفتن که در پسوهای حکومت این تصمیم گرفته شده، هم این رو تداعی می‌کنه. همون گونه که آقای خامنه‌ای حکم تیر رو زودتر داد و من تصور میکنم اصلاح طلبان اطلاعاتی داشتن که این بیانیه رو به سرعت دادن، هم در به تصمیم گیری در پسوهای حکومتی اشاره کردن، هم جنایت رو محکوم کردن در حالی که هنوز به اندازه امروز کشدار نشده بود. این تصمیم منشأ اقتصادی داره. آقای خامنه‌ای حاضر نیست تغییراتی در سیاست داخلی و سیاست خارجیش بده، حاضر نیست در تخصیص منابع به این سیاست ها تجدید نظر بکنه و سه قوه رو ببینید در داخل مجلس، حالا میخوان روحانی رو استیضاح بکنن که شوخی شبیه لاریجانی رو استیضاح بکنن، ولی حتی از اون جناح اصولگرایی که 50 نفر حدودا هستن، جناح توشون 7-8 نفر امضا کردن. یعنی امروز اونها متوجه شدن که داستان از کجا آب میخوره و همه در واقع عقب نشینی کردن از موازی که میخواستن خودشونو با مردم هم جهت نشون بدن و همه اینها علائمی است و به ویژه مشت آهنی که خامنه‌ای نشون داد و در واقع به مردم داره پیغام میده که روتون رو زیاد نکنید به قول نیروهای امنیتی. همون گونه که در برابر اعتراض خیابانی جنبش سبز گفت لشکرکشی خیابانی نکنید، حالا آقای خامنه‌ای البته دستش بسته تره. اون موقع اینها رو به افراد مرفه و افراد کج‌خیال و مثلا توهم تقلب و اینها متهم میکرد، حالا اقشار محروم و مستضعف جامعه به تعبیر اول انقلاب به صحنه آمدن که نیروی سرکوبگری که آقای خامنه‌ای میخواد اونها رو مقابل مردم بکشونه، اونها هم بخشیش از همین مردم هستن و در اینجا آقای خامنه‌ای در واقع تنها تر از قبل هست. یعنی الان برخی مراجع تقلید اصلاح طلبانی که در اعتراضات 96 موضع مناسبی نداشتن و موضع در واقع در کنار حکومت ایستادن، اونها هم انتقاد کردن، در درون مجلس آقای خامنه‌ای در اقلیت هست و من فکر میکنم اگر اعتراضات ادامه پیدا کنه و این سرکوب نتونه آتش رو به زیر خاکستر دوباره بزنه، حتی نیروهای سرکوب هم دچار تزلزل خواهند شد. آقای واحدی شما درباره این نکته ای آقای علیجانی چی فکر میکنید؟ آیا آقای خامنه ای تنها تر شده و ممکنه که در ادامه سرکوب ها جایگاهش متزلزل بشه؟
من بخشی از صحبت آقای علیجانی رو قبول دارم که ایشون تنها تر شده، تنها به این معنا که بسیار از عناصر حکومتی ایشون هم از تکروی های آقای خامنه‌ای، تکروی های سپاه خسته شدن. من حالا یه نمونه که شاید ربط نداشته باشه بگم، بر سر قضیه دانیال زاده بعد از ادعاهای اولیه‌ای که سپاه کرد که ما این مفسر اقتصادی دستگیر کردیم آوردیم، سخنگوی قوه قضاییه مصاحبه کرد گفتش که ایشون با دعوت ما خودش پذیرفته برگرده. یعنی انقدر از تکروی های سپاه که بازوی اصلی امروز آقای خامنه‌ای هست همه خسته شدن که قوه قضاییه میاد اون پوزها و شعارهای دهان پرکن سپاه رو تو دهنشون میزنه و جلوش میسته. این در واقع بله نوعی تنها شدنه. اما از طرف دیگه مگر اصلا حکومت چیزی غیر از آقای خامنه‌ای هست؟ اگر بخوایم واقعیت ببین، مجلسی که با همه ادعاش حتی جرأت نمیکنه یک طرح بده برای بررسی قیمت بنزین، این مجلس بود و نبود چه فرقی میکنه؟ طرفدار آقای خامنه‌ای باشه یا مخالفش باشه، رئیس دولتی که به جایی که بیاد کنار مردم بایسته، میره پشت سر رهبر قایم میشه و همون کارهای خودش رو میکنه و از کارهای رهبر دفاع میکنه، در قضیه سوریه، در قضیه لبنان، یمن و مسائل خارجی عین حرفای رهبر رو تایید و تاکید میکنه، این بود و نبودش چه فرقی داره که بگیم اگر در کنار رهبر باشه رهبر تقویت بشه یا تضعیف بشه؟ قوه قضاییه که از همه دورانهاش غیر مستقل تره، به یک آدمی رو گذاشتن که به هیچ وجه نمیتونه، اصلا هویت مستقلی نداره، این آدم بود و نبودش به نظر من خیلی تاثیر نداره که آقای خامنه‌ای تنهاست یا تنها نیست. اما من بخش دیگه از فرمایش آقای علیجانی هم قبول دارم، آقای خامنه‌ای هیچ وقت جرأت نداشته برخلاف آقای خمینی که پای تصمیماتش می ایستاد حتی اگر ظالمانه بود، آقای خامنه‌ای نشون داده که جرأت ایستادن نداره، همیشه یک فضای رو باز میذاره که بعدا میگه من مخالف بودم. عرض کردم در قسمت اول صحبت، عرض کردم مثل برجام هیچ کس تردید نداره که آقای خامنه‌ای جیباش خالی شده بود، ناچار بود، خودش هم اعتراف کرد که برای رفع ایذای دشمن ما مذاکره کردیم، امتیاز دادیم و به خاطر اینکه تحریم‌ها برطرف بشه. آقای خامنه‌ای الان هم در قضیه بنزین تصورش بر اینه که سرکوب میکنن و ایشون مسئولیت نمیپذیره، گردن رؤسای سه قوه میندازه، بعدم اگه لازم شد برمیگرده و قهرمان میشه. اما این بار مسئله متفاوته. عرض کردم قسمت اول صحبتم خزانه خالیه و آقای خامنه‌ای متأسفانه پولا رو گذاشته بر مصارف دیگه، حاضر نیستیم پولا رو برگردونه به خزانه دولت که حداقل در این شرایط بحران به دولت کمک کنه. چون آقای خامنه‌ای نیاز داره به ماجراجوهای بعدیش برای حفظ حکومتش در داخل و خارج، به همین جهت حاضر نیست برای رفع یک بحران فعلی از اون پولا خرج بکنه. ببینید کار به استخون مردم رسیده، اعتراضی که حالت واکنشی داره، یعنی طراحی قبلی نداره، حالت انفجاری داره. سال 96 خب ده ها شهر کشور، 70-80 تا شهر کشور اعتراض کردن، عمدتا اقشار کم درآمد بودن، حکومت این رو در یه هفته سرکوب کرد، ولی این آتش که به اصطلاح از بین نرفته، چون شکاف سر جاش هست. آقای خامنه‌ای هیچ سیاست داخلی خارجی رو قابل حاضر نیست تغییر بده، حتی نهادهایی که به هر حال نیمه انتخابی بود اونها رو هم داره دور میزنه. دیگه خود نماینده مجلس میگه که مجلس کاری نیست، برخی نمایندگان به اصطلاح استعفا میدن. اصلاح طلبانی که در اون دوره در کنار حکومت ایستادن حالا در کنار مردم ایستادن و اون بیانیهشون قابل تقدیر و مثبت هست. به علاوه این که شهرهای بزرگتر الان آمدن، طبقه متوسط و اقشار فقیرتر آمدن و خشونت عریانی که به کار برده میشه علامت نگرانی حکومت هست در امری که از قبل طراحی شده بود. یعنی میدونستن چه ساعتی چه روزی میخوان قیمت سوخت اضافه بکنن، در حالی که دفعه پیش فلگیر شدن، یعنی این دفعه کاملا با طراحی دارن سرکوب میکنن. اما پیش بینی آینده خوب آسان نیست، هر چقدر مردم مقاومت بیشتری بکنن، مقاومت مدنی بکنن، هرچند خشونت ها بخشیش ساختگیه، به حال برخی ویدیوها حاکی از این هست که بخشی از آتش زدن ها مشکوک هست، اما از طرفی بخشی از خشونت ها هم عکس العملی هست. اما هر چقدر بار خشونت کمتر باشه، تعداد بیشتری از مردم به صحنه میان و اعتراض میکنن و میزان تاباوری بالاتر میره. بنابراین ما باید در انتظار این کنش و واکنش باشیم. هرچند آقای خامنه‌ای فعلا سفت و سخت ایستاده، نمیخواهد در برابر مردم خودش عقب نشینی بکنه و شاید اولین عقب نشینیشو در سیاست خارجیش بکنه تا در سیاست داخلی. همونطور که پیشتر هم اشاره شد اینترنت در ایران قطع شده. کارشناسان میگویند این محدودیت در چارچوب طرح اینترنت ملی صورت گرفته. گزارش شده که در بعضی از نقاط خطوط تلفن هم مختل شده. جزئیات در گزارش فؤاد مسیحا. در حال حاضر امکان ارتباط با اینترنت بین الملل به دستور شورای امنیت کشور محدود می باشد. یک بار دیگر ارتباط ایرانی های داخل با دنیای بیرون قطع شد، اتفاقی که در 10 سال اخیر چند بار تکرار شده. از روزهای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88
تا اعتراض‌های دیماه 96 به گرانی و وضعیت بد اقتصادی. این بار هم در جریان اعتراض‌ها به گران شدن بنزین. ما به هیچ سایتی، به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم، نمیتونیم از اپلیکیشن‌های سوشال مدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم، فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستن. اما چرا دسترسی مردم به اینستاگرام و فیسبوک قطع شد در حالی که اپلیکیشن های مانند اسنپ و ورزش 3 به راحتی در دسترس بودند؟ پاسخش ساده است. اسنپ از دیجیکالا، از در واقع آپارات، از فیلیمو، از ورزش 3، اینا دارن خدمات میدن به شما، اینا بازیگرای شبکه ملی اطلاعاتن. اپلیکیشن هایی که حکومت جمهوری اسلامی نگران دسترسی مردم به آنها نیست روی شبکه‌ای به نام اینترنت ملی یا شبکه اطلاعات ملی فعالیت می‌کنند. دولت ایران در دوران محمود احمدی نژاد راه اندازی اینترنت ملی را مطرح کرد. حالا 3 سال است که نسخه اولیه آن راه اندازی شده. بتونیم دارای یک شبکه‌ای باشیم که با مدیریت خودمون. ایران 3 دلیل اصلی در توجیه طرح اینترنت ملی ارائه کرده. اول اینکه با نگه داشتن مسیر ترافیک پیام‌های رد و بدل شده در داخل سرعت خدمات بالا می‌رود. دوم هزینه نقل و انتقال اطلاعات میان کاربران کم می‌شود و سوم اینکه دسترسی شرکت‌های خارجی به اطلاعات ایرانی‌ها محدود می‌شود. مسئولان ایرانی در توصیف اینترنت ملی از اصطلاحات و عبارت‌هایی استفاده کردند که به آن رنگ و بوی ملی‌گرایی بدهند، مانند حفاظت از منافع ملی در فضای اینترنت یا این حرف حسن روحانی در مراسم افتتاح شبکه اطلاعات ملی سال 1395. عدم نیاز به شبکه‌های اطلاعات بیرونی برای ارتباطات داخلی در شرایط فعلی جهان از مؤلفه‌های استقلال کشور است. اما با آنکه داشتن اینترنت پرسرعت، آن هم با هزینه بسیار پایین، آرزوی هر کاربری در هر جای دنیاست، چرا اجرای طرح اینترنت ملی در ایران ایرانی‌ها را نگران کرده؟ ایران در واقع از بعد از سال 88 مقامات ایران متوجه این شدن که کلید کنترل اعتراضات یا حداقل اگه نگیم کلیدش، بخش بزرگی از داستان در این هستش که بتونن روی اینترنت کنترل داشته باشن. بنابراین روی اینترنت ملی سرمایه گذاری کردن به شکلی که اگه روزی مجبور بشن اینترنت رو قطع کنن، شبکه داخلی بتونه بدون مشکل کار بکنه. هر چقدر که میرن جلوتر توان خودشون رو برای کنترل کردن و محدود کردن مردم افزایش میدن. ایران اولین کشوری نیست که طرح اینترنت ملی را اجرا میکند. در کره شمالی اینترنت ملی یا همان اینترنت تنها شبکه‌ای است که مردم میتوانند به آن وارد شوند. کوبا، روسیه و چین هم طرح‌های مشابه اجرا کردند. طرح‌هایی که به خصوص پس از افشاگری ادوارد سنودن درباره جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از مردم و مقام‌های کشورهای دیگر پرطرفدارتر شده. همین چند روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای اروپایی خواست استقلال دیجیتالشان را از آمریکا و قولهای تکنولوژی آمریکایی بگیرند. اما آنچه که حساسیت ها به شبکه های اینترنتی داخلی را در کشورهای مانند ایران بیشتر می کند، شاید این باشد که دولت ها با استفاده از همین شبکه هر وقت که بخواهند ارتباط شهروندانشان را با جهان بیرون قطع می کنند. درست مثل همین اتفاقی که دیروز و امروز در ایران افتاد. فؤاد مسیحا، بی بی سی. مردم ایران نگرانند که با افزایش قیمت بنزین بقیه اجناس هم گرانتر شوند و هزینه زندگی بالاتر رود. هرچند رهبر ایران از دولت خواسته که نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران این نگرانی چقدر جدی است؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش ببینیم از مهدی بگی. شعاری که شاید چکیده بسیاری از شعارهای معترضان باشد. مردم نگرانند. میترسند دخلشان بیش از پیش از خرجشان کمتر شود. عمده معترضان به گرانی بنزین از طبقه های پایین و متوسطند. قشرهایی که قبل از گرانی بنزین هم تورم 42% طاقتشان را طاق کرده بود. همینطور بیکاری و نبود امنیت شغلی، قیمت‌های سرسام‌آور اجاره خانه و گوشت و مرغی که دیگر در سفره خیلی‌ها کم یابند. اما مسئولان می‌گویند نترسید، گرانی در کار نخواهد بود. افزایش قیمت بنزین
روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه، یعنی قابل ذکر نیست تولید. با شنیدن گران شدن قیمت بنزین، پیاده ها شاید اول از همه یاد کرایه تاکسیشان بیفتند و تاکسیدارها احتمالاً یاد بگو مگوهای دوباره با مسافرها بر سر کرایه. اما مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری هم میگوید نگران نباشید. اما آمارها و تجربه ها چه میگویند؟ در مورد تورم ما بعد از انقلاب 15 مرتبه افزایش قیمت داشتیم. در این 15 مرتبه چیزی حدود تقریبا 8 مرتبه اون هیچ گونه اثر تورمی، اثر ملموسی نداشت. در حدود تقریبا 5 مرتبه اون هم بوده حدود 1% 2% و 2-3 مرتبه هم اساسا تورم کاهشی بوده روی این موضوع. در مورد این یکی هم تورمی که روی سطح عمومی قیمت ها در واقع اثر میذاره چیزی کمتر از 2% 1.5% محاسبه شده بود که تو مدل های اقتصادی این گونه بیان شد. شاید این آمارها درست باشند، اما اثر روانی افزایش قیمت بنزین را نمی شود نادیده گرفت. وضعیت اقتصاد در ایران بسیار شکننده است و تجربه های اخیر این را به خوبی نشان می دهد. مثلا پارسال خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران و بالا رفتن نرخ ارز تورم را به شدت بالا برد. قیمت بسیاری از کالاها چندین برابر شد و بعضی هم نایاب. دولت تلاش کرد با تزریق ارز به بازار و افزایش نظارت قیمت‌ها را کنترل کند. نرخ ارز تا حدودی پایین آمد، اما قیمت بسیاری از کالاها همچنان بالا ماند. کاهش کسری بودجه و جلوگیری از توزیع رانت در میان اقشار پردرآمد و همینطور دلایل زیست محیطی از جمله دلایل افزایش قیمت بنزین ذکر شده. اما به نظر می رسد این تصمیم در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به کاهش شدید درآمدهای نفتی بر اثر تحریم‌های آمریکا مربوط باشد. در این حال دولت تأکید دارد که حتی 1 ریال هم از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بر نمی دارد و همه را به حساب مردم واریز می کند. بسته حمایتی که حداقل آن ماهیانه برای 1 نفر 55,000 تومان و حد اکثرش برای 1 خانواده 5 نفره 205,000 تومان است. من اعتراف میکنم خدمت مردم بزرگ ایران که هر کاری بکنیم در برابر لیاقت شما و عظمت شما بسیار کوچک کار ما. رئیس جمهوری ایران میگوید افزایش قیمت بنزین در نهایت به نفع مردم فقیر است. مردمی که از زمان انقلاب ایران این وعده ها را زیاد شنیدند. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده. بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده. وعده هایی که بسیاری از آنها تا به حال عملی نشده و بی‌اعتمادی مردم را نسبت به حکومت بیشتر کرده. به نظر می رسد حتی اگر افزایش قیمت بنزین در بلند مدت تبعات اقتصادی مثبتی داشته باشد، قبول این وعده ها برای مردم دیگر آسان نیست. مهدی بیگی، بی بی سی. مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از برلین به ما پیوسته، و علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین از شهر هفی با ماست. هر دوی شما عزیزان خوش آمدید. آقای قلی‌زاده با شما شروع بکنم. در گزارش مهدی هم شنیدیم بخشایی از تظاهرات مردم رو که میگفتن بنزین گرانتر شده، فقیرتر شده. اما امروز آقای روحانی صحبت کرد و گفت که این تصمیم به نفع قشر کم درآمد هست. به نظر شما واقعا مردم چنین برداشتی ندارن از این مسئله؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و مهمون عزیزتون. ببینین در مورد این موضوع واقع تمرینه که شیوه تصویب این طرح و جزئیاتش و نحوه اجراش انقدر پر ایراد و غیر شفاف بوده که مردم حق دارن معترض باشن. اما اگر سوال شما این باشه که آیا با اصلاح قیمت بنزین و
کنترل یارانه انرژی موافقم. بله قطعا با این موافقم. دلایل من همینه که اساسا صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشه، روحانی باشه یا رئیسی باشه، جمهوری اسلامی باشه یا حکومت دیگه باشه، یارانه انرژی، کنترل یارانه انرژی و مصرف سوخت یک ضرورت ملیه. ما امروز شاهدیم که مصرف سرانه بنزین توی ایران دو برابر متوسط جهانیه، در حالی که ما از نظر میزان سرانه خودرو کشور 82 هستیم توی جهان با حدود 178 خودرو برای هر 1000 نفر، اما از نظر مصرف سوخت با 1.2 لیتر در روز برای هر نفر کشور 21 دنیاییم. این یعنی الگوی مصرف در ایران ایراد داره. مثلا اگر ما بخوایم ایران رو با چین، جایی که من درش هستم و به لحاظ اقتصادی رشد بالایی داشته، در 20 سال اخیر رشد بالای 7% داشته، مقایسه کنیم، نسبت خودرو در ایران و چین تقریبا برابره. یعنی در ایران ما به ازای هر 1000 نفر 178 خودرو داریم، اما و در چین هم به ازای هر 1000 نفر 179 خودرو، تقریبا یکسانه. نکته که اینجا متفاوته اینه که مصرف سرانه ایران در سرانه بنزین ایران روزی 1.2 لیتره، اما در چین با این توسعه اقتصادی که داشته 22 لیتره، یعنی یک صاحب خودرو ایرانی 6 برابر یک صاحب خودرو چینی مصرف میکنه. نکته بعدی این که قبول دارم که مردم توان آزادسازی قیمت بنزین ندارن، اما باید کنترل یارانه به نحوی باشه که مردم انگیزه کاهش مصرف داشته باشن. علاوه بر اینکه مصرف زیاده، متاسفانه نرخ رشد مصرف هم خیلی زیاده. مثلا ما در سال 97 شاهد بودیم که روزانه 88 میلیون لیتر در کشور بنزین مصرف میشه. طی 6 ماه این رسیده در تابستان 98 به 95 میلیون لیتر در کشور، یعنی 8% افزایش رشد. این روند اگه ادامه پیدا کنه ما طی 10 سال آینده باید وارد کننده نفت باشیم فقط برای اینکه بنزین خودروهای کشور رو تامین کنیم. آقای قلی‌زاده، پاسخ شما رو متوجه شدم و صحبت‌های شما هم راستا هست با صحبت‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگه، ولی اینجا هزار نکته باریک‌تر از مو هست که من نمی‌خوام جوابش رو بدم. اجازه بدید آقای جوادی ببینیم نظرشون چیه. خب من اول سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز. اولا که یه بحث کوچیکی وجود داره با آقای قلی‌زاده، اگر استناد ایشون به اون توییتیه که توی توییتر هم مطرح کردن، اولا این استناد به آمار جمهوری اسلامی و استناد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هست که خب آماریه که توش خیلی تشکیک وجود داره و حالا آمار مخدوشیه. جدا از این که اصلا این مقایسه غلطیه و قیاس محل فارغ، یعنی ما دوتا مورد خیلی نامربوط رو فقط اینجا داریم با هم دیگه مقایسه میکنیم. مثلا آمار ایران رو با آمار کشور دیگه مقایسه میکنیم که شرایطشون کاملا متفاوته. انگار فرض کنید که مثلا ما آمار مصرف گوشت خوک ایران و چین رو با هم مقایسه کنیم یا با آلمان و بعد یه نتیجه های عجیب غریبی از توش در بیاریم. این مقایسه اصلا از اساس اشتباهه. چیزی که ما با میتونیم راجبش صحبت بکنیم خیلی جدیتر، بحث هزینه حمل و نقله. ببینید یه تعریفی ما داریم توی سیستم کارشناسی به نام هزینه حمل و نقل که بر اساس نفر کیلومتر یا تن کیلومتر محسوب میشه. یعنی یک نفر رو یک کیلومتر از نقطه آ به ب ببریم یا یک تن کالا رو جابجا بکنیم، که این شامل خودرو میشه، شامل سوخت میشه، شامل استهلاک، بیمه، از اینهای جانبی هست و در کنار اون یه بخش عمدهش هست جاده و سیستم‌های ترافیکی. این هزینه حمل و نقل، این وظیفه دولت‌هاست که این رو ایمن، سریع، راحت و ارزون در اختیار شهروندان قرار بدن. حالا میریم به سمت همین چین که آقای قلی‌زاده در راجبش صحبت میکنن. اونجا اگه نقشه سیستم حمل و نقل قطارهای سری و سر چین رو نگاه بکنید، تقریبا نقطه سفید روی نقشه نمیبینید، غیر از اینکه قطارهای غیر سری و سر تقریبا همه جای چین وجود داره. یعنی یک چینی تقریبا از برای رفتن از نقطه آ به ب هیچ مشکلی نداره، غیر از اینکه از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده بکنه. بنابراین مقایسه دو تا کشور با هم دیگه از اساس اشتباه است. اصولا معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم، فکر میکنید زمان اعلام این تصمیم هم آیا زمان درستی بود یا نه؟ زمان هم مسلما غلط. مردم خب تحت فشار جدی هستن، به این دلیل که حالا بعد از مدت ها تورم، مشکلات اقتصادی، دلایل متعددی داشته. خیلی از مردم تحت فشار اقتصادی سنگینی هستن، قیمت ها بسیار بالا رفته
بازه زمانی گذشته توان مردم به شدت کاهش پیدا کرده، جدا از اینکه این افزایش قیمتی که روی هزینه حمل و نقل میاد روی تمام کالاهای اساسی اثر خواهد گذاشت، علارغم گفتگوهای حالا مقامات جمهوری اسلامی، اما مسلما اثر جدی خواهد گذاشت، نه روی حمل و نقل افراد بلکه روی حمل و نقل کالا اثر جدی خواهد گذاشت. بنابراین هر چیزی که ما می‌خریم توی چه هر کشور جهان بخشی از اون هزینه پول بار خورده استان یا پول ترانزیت خورده، بنابراین تمام چیزها احتمالاً یه درصدی گران خواهد شد. آقای قلی‌زاده، به نظر شما باید به این مسئله صرفاً به چشم یک مسئله اقتصادی نگاه کرد؟ مثلا بله، کاهش سوبسید به یارانه به حامل‌های انرژی و خب چیز مثبتی، اکثر اقتصاددانان با اون موافقت میکنن، یا باید تغییر در واقع فضای سیاسی و اجتماعی ایران رو هم در نظر گرفت؟ ببینیم، قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، استنادی که من کردم به گلوبال پترول پرایس بوده که بعد از این برنامه میتونم اصلا در حقیقت مستنداتشو بذارم، و اینکه با چین مقایسه کردم از این منظر بود که تعداد خودرو به ازای 1000 نفر در ایران و چین مشابهه. البته قبول دارم که حمل و نقل عمومی یکسان نیست. ما این رو میتونیم از منظر دیگه هم مقایسه کنیم با کشورهای همسایه خودمون که شرایطشون لازم حمل و نقل عمومی از ما ضعیف‌تر هم هستش. اما اینکه این به سوال شما پاسخ بدم، اینکه تصویب و اجرا و اطلاع رسانی و جزئیات این طرح غلط بوده یا پر ایراد بوده در شک نیستش. اساسا چنین طرحی باید با گفتگوی عمومی انجام بشه، باید با اقناع عمومی هولوحش طرح ایجاد بشه. تصویب این طرح غیر قانونی بوده، خلاف اصل 85 قانون اساسیه که فقط مجلس رو دارای شأن قانون گذاری میدونه. افزایش قیمت سوخت همیشه در قالب لایحه بودجه بوده یا اصلاحیه لایحه بودجه که امروز ما دیدیم که هم مجلس هم هیئت دولت در این طرح حذف شدن و این خلاف قانون اساسیه. جزئیات طرح مطمئن نیستم چقدر کارشناسی شده، اصلا این قیمت 3000 تومان از کجا اومده، سهمیه 60 لیتر بر چه اساسیه و خیلی سوالهای دیگه. و با توجه به اینکه این پشت درهای بسته یک شورای سران قواست که این چنیت قانونگذاری هم نداره، خب این سوالا همه بدون جواب مونده. برای همین معتقدم که خشم مردم، عصبانیت مردم، اعتراض مردم به حق و از همین تصویب پنهانی و غیرقانونی و اعلام ناگهانی نیمه شبش بوده که از یک موضع بالا بوده و در این شکی من ندارم. همچنین معتقدم که دولت هم میگه اگر میخواستیم زودتر اعلام بکنیم، صفای طولانی در پمپ بنزین ها شاید مشکلات اون طرف قضیه هم مشکلاتی رو داره. بذارید آقای جوادی هم بپرسم. آقای جوادی، فکر میکنید که اگر اونطور که دولت روحانی میگه به هر حال این پول اضافه‌ای که از فروش از افزایش قیمت بنزین به دستش میرسه رو به اقشار کم درآمد اگر برسونه، فکر میکنید که به هر حال تصمیم درستی به لحاظ اینکه قیمت‌های حامل‌های انرژی هم در ایران برسه به سطح همون منطقه حتی، درست بوده یا نه؟ اولا ببینید، خیلی از این حرفا زده شده توی این 40 سال و خیلی از این گفتگوها شده از یارانه قبلی بگیرید تا امروز، اما اتفاق جدی نیفتاده. ببینید میگم، حالا من فقط راجع به تخصص خودم حرف میزنم، ما اگر برگردیم باز به همون هزینه‌ای که مردم قرار بپردازن، شما میتونید 1% به یک سری خانواده ها بدید، اما در نهایت اثر آنچنانی نخواهد گذاشت. برای اینکه همونجور که عرض کردم بخشی از این هزینه حمل و نقل، فرض بکنیم ما بخش خودروش رو بگیریم، ما داریم از مردم رو مقایسه میکنیم با هزینه بنزین، رو مقایسه میکنیم با آلمان، امریکا و مثلا ژاپن، اما آیا به مردم مثلا بنز و BMW و فورد و تویوتا با قیمت مناسب میدیم، یا اینکه مثلا پول فورد و بنز رو ازشون میگیریم اما بهشون پراید مثلا 30 سال 40 سال پیش میدیم؟ آیا این امکان برای اون قشر کم درآمدی که این پول رو میگیره براش وجود داره که بتونه با این هزینه های حمل و نقلی که بهش وارد میشه و هزینه های حمل و نقل کالایی که بهش تحمیل میشه رو آیا میتونه پوشش بده؟ همه ما میدونیم که این اتفاق به ندرت خواهد افتاد، برای اینکه میگم یک تورم انفجاری که بعداً اثرش رو خواهد گذاشت. وقتی کالا یکم گرونتر بشه به علت، حتی اگر به لحاظ اقتصادی لازم نباشه، اما به لحاظ فکری به مردم تحمیل بشه، به لحاظ عاطفی به یک چیز قیمتش بره بالا، دیگه بر نخواهد گشت. آقای قلی‌زاده به نکته خوبی اشاره کردن. همه ما کارشناسا واقعا موندیم که این رقم 3000 تومان از کجا اومد، مثلا چرا 2900 تومان نیست، چرا 3100 تومان نیست؟ این رقم اصلا غیر از این که اصطلاحا دیمی یه نفر انداخته و بقیه گفتن باشه همین رقمو تصویب می‌کنیم،
آیا یه فکری پشتش هست. فکر میکنم اینا خیلی بحثای خیلی گسترده تریه، ولی همونجور که آقای قلی‌زاده اشاره کردن یه کار غیرقانونی انجام شده. البته این که مردم ریختن توی خیابونا و اعتراضات داره انجام میشه فقط علتش قیمت بنزین نیست، بلکه این احتمالاً آخرین قطره برای سرریز شدن کاسه صبر مردم بوده. ممنونم از هر دوی شما که به ما پیوستی، علی قلی‌زاده پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین و مصطفی جوادی طراح مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از نیویورک با ماست. آقای رشیدی وضعیت اینترنت امروز ایران رو چطور می‌بینید؟ می‌دونم از صبح داشتید شرایط رو رصد می‌کردید، امروز چطور بود شرایط؟ امروز تا حدودی به یک پایداری رسیده بود تا زمانی که هولوش ساعت 11:30 به وقت نیویورک یک افت خیلی شدیدی پیدا کرد که حتی از نسبت به روز اولی که در واقع اینترنت رو قطع کردن بیشتر بود. الان برگشته تقریبا شده مثل حالت قبلی، ولی ما همچنان وضعیتی که تو ایران باشه رو رسیم این هستش که اینترنت کاملا قطع هست در ایران. حداقل 38 ISP اصلی تو ایران که حالا بقیه میان از اونا سرویس میگیرن کاملا از شبکه خارج شدن و ما میبینیم که شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین درگاه و در واقع درگاهی هستش که متعلق به دولت است، تحت نظارت دولت کار میکنه، اون در واقع داره تمام محتوای اینترنت رو مسدود میکنه. یک سری دیتا سنترهای خاص رو هم اومدن به اصطلاح ما بهشون میگیم وایت لیست، توی لیست سفید گذاشتن برای اینکه بتونن با دنیای خارج ارتباط برقرار کنن، ولی اینها بسیار بسیار محدود هستن. تو آسیاتیک بعضا وجود داره و متاسفانه من میبینم یه سری فیلتر شکنایی رو روی اون دارن به یه شکلی پخش میکنن که واقعا امنیتشون زیر سوال هستش. و آیا این به این معنیه که در واقع ارتباطات ایران یا وزارت ارتباطات ایران کاملا آماده راه انداختن اون چیزی که به اسم اینترنت ملی میگفتند هست؟ به نظر من 100%. این یک ما نشانی این رو قبلا در 3 سال پیش دیدیم، زمانی که تظاهرات سراسری در ایران در جریان بود. در اون موقع اگه یادتون باشه فقط ما 30 ثانیه قطعی اینترنت رو داشتیم و سریع برگشت. دلیل عمدش این بودش که تمام اون شرکت هایی که توی گزارش شما آقای جهرمی داشت ازش نام می برد، همه اینا داشتن به یه نوعی داشتن با زیرساخت های جهانی کار میکردن. دو تا علت عمده داره که همه اونا مجبور شدن برن توی ایران. یکی بحث سیاست هایی است که ایران توی حوزه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پیاده کرد، تو گزارش شما به شکل کاملی بهش پرداخته شد. یه بحث دیگه هم بحث تحریم‌های حوزه تکنولوژی هستش که وقتی ما می‌بینیم اینجا به خاطر تحریم‌های آمریکا دیجیتال اوشن، گوگل کلاود یا آمازون سرویس‌های خودشون رو روی مردم ایران می‌بندن و بهشون اجازه نمی‌دن سرویس بگیرن، درنشون چاره‌ای ندارن به جز اینکه برن و مجبورشن از اون زیرساخت داخلی ایران استفاده کنن. بنابراین مردم الان بین دو تا تنگنا گیر کردن. از یک طرف ما حکومتی رو در ایران داریم که یک زیرساخت درست کرده که به خودی خود چیز خوبی هست ولی داره ازش استفاده میکنه بر ضد حقوق مردم. از طرف دیگه ما با شرایط تحریم در بیرون ایران روبرو هستیم که مردم دسترسیشون از زیرساخت‌های بسیار مهم جهانی که میتونه بهشون کمک بکنه در این شرایط قطع هستش. و پیشتر حداقل میشنیدیم وقتی که سیستم اینترنت رو دولت ایران قطع میکنه مشکلاتی هم برای خودش پیش میاد، یعنی برای بانک‌ها، برای سازمان‌های داخلی که عملاً احتیاج به اینترنت دارن، اما با این شرایط دیگه مشکلی اونها هم نخواهند داشت. ببینید دقیقاً این بخشی از همون لیست سفیدهایی است که اشاره کردم درست کردن. هر جایی که نیاز باشه که به یه نوعی این اتصال به خارج انجام بشه، حالا به هر دلیلی صلاح دید خودشون هست یا هنوز ضعف دارن توی زیرساخت، به هر دلیلی نیاز داشته باشن که اون اتصال برقرار بشه، این لیست های سفیدی که درست کردن درگاه های خاصی که مد نظر خودشون هست رو ارائه میدن برای اینکه اونها بتونن با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن. ولی شما اگه نگاه بکنید به مردم عادی، مردمی که دسترسی به این منابع ندارن، منابعی که طبیعتاً با پول اونها درست شده، دسترسی به این منابع ندارن، هیچ کدومشون نمیتونن به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشن. ممنونم از شما آقای رشیدی. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.